En faisant référence à la méthode bon, cinq textes, traités, protocoles, les traités dans un même projet de loi. اجازه بدید که با اشاره به این شیوه سرجمع کردن پنج متن در یک معاهده و ارائه شده در یک لایحه قانون شروع کنم. این چیزی نیست که توصیه می شود. از خودم سوال می کنم که علت این که به این صورت کار می کنیم برای چیست؟ چرا چنین چیزی توصیه نمی شود؟ به خاطر اینکه با این شیوه کنترل پارلمانی نمی تواند به صورت درستی انجام گیرد. شما این را در ساختار سند می توانید مشاهده کنید. Le contrôle parlementaire, chers collègues, n'est pas juste quelque chose qui est obligatoire. Nous ne sommes pas une machine à voter au niveau du Parlement. Il faut aussi. همکاران عزیز، کنترل پارلمانی فقط یک امر اجباری نیست. ما یک ماشین رأی‌گیری نیستیم. در کادر پارلمان بایستی تبادل بین دولت و پارلمان وجود داشته باشد و بایستی سوالاتی مطرح شود و بایستی که پاسخ‌هایی هم داده شود. L'Iran qui peut toujours exercer une pression sur un condamné ici et quelqu'un qui est emprisonné ici en Belgique en menaçant avec une répression. باید بگویم که رژیم ایران میتواند همواره فشاری روی یک محکومی در اینجا با اعمال فشار روی خانواده اش وقتی که نفر مورد نظر موافق استرداد نباشد اعمال کند. از طرف دیگر این موضوع یک ریسکی دارد. وقتی توافقی با کشوری مثل ایران بسته می شود، می دانیم از کجا شروع کنیم ولی نمی دانیم به کجا ختم می شود. ولی یک چیز خاصی هم در این معاهده هست. چون همکاران عزیز و آقای وزیر می شود این سؤال را کرد. کدام شهروند ایرانی محکوم شده در بلژیک که در اینجا زندانی است، آزادانه توافق می کند که به ایران مسترد شود و بقیه محکومیتش را در آنجا سپری کند؟ sont les citoyens iraniens qui sont condamnés ici en Belgique, emprisonnés ici en Belgique, qui vont de leur libre choix marquer leur consentement d'être extradés en Iran pour en théorie là. زندان‌ها در ایران در مقایسه با زندان‌های بلژیک پارک‌های تفریحی نیستند. در نتیجه پس باید یک چیزی پشت قضیه پنهان شده باشد. مثلا اینکه در ایران انتظار رویکرد بهتری را دارد. این رویکرد بهتر می‌تواند معادل آزادی باشد. پس در این صورت این سوال مطرح می شود که چه نوع ایرانی که در بلژیک محکوم شده بلافاصله در ایران آزاد می شود؟ هر کس این سوال را بکند جوابش را هم دارد. Cher collègue, Assadi travaillait comme un diplomate iranien en Europe. همکاران عزیز، اسدی به عنوان یک دیپلمات رژیم ایران در اروپا فعالیت داشت و در کشور ما به 20 سال زندان محکوم شد که علت آن تدارک برای سوء قصد علیه اپوزیسیون ایرانی در پاریس بوده. تکرار می کنم، اسدی یک تروریست است که در بلژیک محکوم شده به خاطر حمله ای که می توانست کشته های زیادی را در پاریس به بار آورد. Donc monsieur le ministre, disons les choses clairement. Supposons qu'il y ait une décision qui est prise, supposons que cette آقای وزیر بگذارید مسائل را به طور روشن بیان کنیم. تصور کنیم که این لایحه راه را برای انتقال اسدی به ایران باز کند. در این صورت اسدی بلافاصله توسط رژیم ایران آزاد خواهد شد. سوال این است که آیا ما آگاهانه دستبندها را از دستهای این تروریست باز می‌کنیم و کادو به رژیم ایران می‌دهیم؟ avec la certitude qu'Assadi sera de nouveau impliqué dans la préparation. با این یقین که اسدی باز هم دست به کار تدارک حمله علیه غرب خواهد بود و این برای اروپا یک خطر بسیار بزرگ است. این سوالی است که امروز مطرح است. سوالی که ما برای آن پاسخی می‌خواهیم. من می‌خواهم بدانم آیا این قرارداد به این منظور است؟ اما نگرانی ما فراتر از این است. شما در مقدمه خود اشاره به مشکلات شهروندان بلژیکی در ایران کردید و اینکه ما قراردادی تا به حال نداشته ایم و این مشکلی را برای آنها ایجاد می‌کند و آنها با خطر دستگیری راندوم مواجه هستند. سوالم این است که آیا عکس این نمیتواند اتفاق بیفتد؟ آیا این قرارداد تأثیر سو ندارد؟ اگر یک جایی در اروپا یک تروریست ایرانی دستگیر شود، در این صورت رژیم ایران میتواند به طور راندوم یک توریست یا یک فعال سازمانهای غیر دولتی را دستگیر کند تا علیه اروپا شانتاج بکند. Alors, l'Iran pourrait, de façon aléatoire, arrêter un touriste
un collaborateur ONG pour faire du chantage à l'Europe. Et ainsi, و به این ترتیب تروریست مزبور به ایران خواهد رفت. البته در ازای زندانیان غربی. این یک تجارت سودمند برای رژیم ایران خواهد بود و تهدید امنیت ملی زیاد برای اروپا. لذا آیا این قرارداد در را برای چنین دیپلماسی گروگانگیری باز می کند؟ باید اذعان کنم که صندوق ایمیل های ما پر شدن از درخواست های اپوزیسیون ایران مبنی بر این که در این باره صحبت شود و خواستار پاسخ باشیم. Effectivement, nos boîtes mail ont été submergées par des demandes de l'opposition iranienne, c'est-à-dire de mener une discussion se concernant d'avoir des réponses à ce sujet. Oui, Madame la Présidente, tout d'abord vous dire qu'il est assez insupportable et inacceptable d'apprendre à l'occasion de nos échanges l'attitude. خانم رئیس، باید بگویم که رفتار طرف ایرانی بسیار غیر قابل تحمل بوده است. فشارهایی که اعمال کرده و شیوه هایی که به کار گرفته از نظر ما غیر قابل قبول است. avec la République islamique d'Iran parce que nous avons aujourd'hui plus que vraisemblablement combien sont-ils je l'ignore. موضوع روابط ما با جمهوری اسلامی نیز مطرح است. تعدادی شهروندان بلژیکی داریم که در حال حاضر در ایران به سر میبرند. تعدادیشان هم دیپلمات هستند و تعدادی تاجر و توریست هستند. در این صورت چه تضمینی وجود دارد که این افراد در امان از رفتار مستبدانه مقامات رژیم ایران قرار نگیرند؟ اگر رژیم ایران دنبال زورآزمایی با دولت بلژیک است، در این صورت بهتر است دیگر کشورهای اروپایی را نیز درگیر کنیم. Et enfin, je voudrais dire ceci, si les Iraniens cherchent le rapport de force avec l'État belge, il s'indique peut-être d'avoir une approche européenne. Ou l'entraide judiciaire internationale, mais en ce qui concerne l'Iran, le cinquième traité, eh bien, on a un problème fondamental. درباره ایران که پنجمین معاهده است، یک سری مشکلات اساسی وجود دارد. اگر به این معاهده آری بگوییم، به این معنی خواهد بود که در سیستم قضایی بلژیک این امکان فراهم خواهد شد که افراد محکوم شده را با رژیم ایران تبادل کنیم و به خواسته های رژیم ایران تن بدهیم. و اجازه بدهیم که اسدی مسترد شود و از مجازات زندان فرار کند. زیرا در معاهده این امکان وجود دارد که افراد محکوم شده عفو شوند و به این ترتیب رژیم ایران آنها را بلافاصله آزاد خواهد کرد. اسدی یک عامل خیلی مهم در شبکه جنایی بین‌المللی رژیم ایران است و هیچ چیز مانع از آن نخواهد بود که او را بلافاصله آزاد کند. رژیم خامنه‌ای از پروفسور جلالی به عنوان وسیله معامله برای به دست آوردن آزادی اسدی استفاده می کند. اما این بر مبنای این معاهده امکان پذیر نخواهد بود. همکار من والتر هولر گفت که تابعیت بلژیکی داشتن از جمله مفاد چهارم است و به این ترتیب هیچ تضمین قضایی وجود ندارد تا او در ازای آزادی اسدی آزاد شود. او یک شهروند ایرانی است. لذا این معاهده به هیچ وجه از آقای جلالی حراست نمی کند. اما از اسدی می کند. لیبرر لسکه ایرانی اکسرادیسیون در بلژیک. ما معتقدیم که یک تروریست محکوم شده که تلاش کرده در سرزمین اروپا سوء قصد انجام بدهد نمیتواند با این قرارداد آزادی خود را به دست آورد. اگر بلژیک این را به امید به دست آوردن آزادی جلالی انجام میدهد، این یک کار بسیار غیر متعادل خواهد بود. زیرا جلالی از هیچ روند قضایی صحیح برخوردار نبود و به هیچ وجه نمیشود او را با تروریست های محکوم شده معامله کرد. زیرا به این ترتیب تسلیم قاضی رژیم ایران شده ایم و سابقه ای در این گونه موارد ایجاد خواهیم کرد. رژیم ایران این پیام را دریافت خواهد کرد که شهروندان بیگناه می توانند زندانی شوند و می شود سوء قصد در خاک ما انجام داد و عواملی مثل اسدی مسترد خواهند شد و زندان فرار خواهند کرد.
این موضوع را حتی شرکای ائتلافی شما حس می کنند. در این فاصله به معامله با رژیم ایران ادامه داده می شود. حتی در سطح اقتصادی و تلاش می شود جلوی تحریم های اقتصادی ایران گرفته شود. در عوض رژیم ایران افراد دو تابعیتی را دستگیر می کند که آنها را با تروریست های خود که در اینجا دستگیر شدند معاوضه کند. ماده پنج قرارداد به ویژه در آمریکا مورد اعتراض قرار گرفته است. آنها این را معاوضه با بزرگترین حامی تروریست در جهان توصیف کردند و بلژیک می تواند جای تروریست های بنیادگرای بیشتری باشد. اپوزیسیون ایران این معاهده را آشکارا مورد انتقاد قرار داده و میگوید یک رسوایی است و بلژیک فرش قرمز برای رژیم تروریست ایران تنگ کرده. من در پایان حرفهایم را خلاصه میکنم و میگویم که گروه ما از پروفسور جلالی حمایت میکند. وضعیتی که او در آن قرار دارد یک نقض حقوق بشر است و ما همواره خواهان فشار بیشتر روی رژیم ایران برای آزادی او بودیم، اما دست کشیدن از عدالت و حکومت قانون راه درستی نیست. ما معتقدیم که هرگز نمیتوان با تروریست ها همکاری کرد. بنابراین نمیتوانیم تایید خود را به شما بدهیم. گروه ما میخواهد خاطر نشان کند که ما تنها نیستیم و ملاحظه کردید که خانم کریستین واندوروین هارت که قاضی در دادگاه بین المللی است همین نظر را دارد. Nous sommes d'avis que on ne peut jamais collaborer avec des terroristes et c'est pourquoi on ne peut pas donner notre approbation. Notre groupe veut souligner que nous ne sommes pas seuls, nous renvoyons à l'appel de madame Christine van de Beinhart, juge à la Cour internationale. Madame Jadin, merci Madame la Présidente. Merci en tous les cas pour la franchise avec laquelle vous nous avez parlé aussi. خانم کاترین جادین، نماینده پارلمان بلژیک. ما با رژیم ایران روابط دیپلماتیک داریم، ولی من هیچ نمی ترسم از این که رژیم ایران را یک دولت یاغی توصیف کنم. زیرا ما با حکومتی روبرو هستیم که به خاطر احترام نگذاشتن به حقوق بشر و هر نوع پرنسیپ دموکراتیک از اعمال تروریستی در جهان حمایت می کند و همچنین در مشکلاتی که در مناطق مختلف وجود دارد مسئولیت دارد. فردی که به دلیل تروریسم و سوء قصدی که در فرانسه تدارک شده بود و به 20 سال زندان محکوم شده حالا می تواند به ایران مسترد شود و در آنجا با عفو روبرو شود. آیا ما با این خطر روبرو نیستیم که قربانی شانتاج رژیم ایران قرار بگیریم و شاهد نوعی معامله برای آزاد کردن تروریست ها باشیم؟ نباید اجازه دهیم که این قانون نوعی چراغ سبز باشد برای کسانی که دنبال آمدن به کشور ما برای ارتکاب چنین اعمالی باشند. آقای وزیر، شما آیا امروز تایید می کنید که شهروندان ایرانی که امروز در کشور ما زندگی می کنند، مبارزین در راه آزادی و حقوق بشر علیه رژیم ایران، آیا با این خطر روبرو نخواهند بود اگر رژیم ایران استرداد آنها را طلب کند؟ de manière forte des actes terroristes à travers le monde, qui a aussi une certaine responsabilité dans pas mal de régions où nous connaissons également de grands problèmes. Je voudrais commencer en disant que nous ne pouvons pas oublier quand même que l'objectif de ces textes, de ces traités... در ایران، افراد را زندانی می‌کنند و این افراد را به طور غیرقانونی وسیله معامله برای به دست آوردن زندانیان خود مورد سوء استفاده قرار می‌دهند. دیپلماسی گروگانگیری مواردش زیاد است. نمونه‌های اخیر وجود دارد. به طور مثال، در نوامبر 2020، یک شهروند استرالیایی با سه زندانی ایرانی آزاد شد. ردکلیف نیز در انگلستان قربانی دیپلماسی گروگانگیری رژیم ایران بود و در آنجا نیازی به معاهده و قانون وجود نداشت برای انجام این تبادل زندانیان. لذا بدون معاهده و قانون نیز می شود این کار را کرد. یک اصول و پرنسیپ هست که می گوید ما نباید در برابر شانتاژ تسلیم شویم. illégalement qui vont utiliser ces personnes comme monnaie de change pour justement libérer des prisonniers
iranien. La diplomatie de l'otage, le collègue l'a appelé. Changer des personnes condamnées quand bien même ne seront pas en prison. Ces 40